سلام دوست عزیز، ما در درس گذشته طریقه ارتباط دادن بدن ها را با فرم ها بخش کیوری با استفاده از مکروبیلدر برای شما آموزش دادیم. که اگر ویدیو را مشاهده نکرده باشین، لینکش در قسمت دسکریپشن همین ویدیو وجود داره، میتونید ویدیو را هم مشاهده بکنین. اما امروز میخوایم برای شما آموزش بدیم که چگونه میتونین به بدن ها، فرم ها و کیوری ها و تیبل ها را توسط کد ارتباط بدیم. پس عملا میریم درس آغاز میکنیم. میریم به کرییت فرم دیزاین، یک فرم کاملا خالی رو ایجاد کردیم. ما در درس گذاشته طریقه ایجاد کردن بتن ها را خوانده بودیم، پس سریع سرش مرور میکنیم. بالای بتن کلیک میکنیم، یک بتن ایجاد میکنیم و وظایف قبلیش کنسل میکنیم. یک نام مشخص برای بتن ما تایپ میکنیم. بعد این بتن را انتخاب میکنیم، کنترل سی یا کپی و بعد کنترل وی. چند تایی که نیاز است با مقدار کنترل وی را فشار دادیم و حال هم نمایش تغییر میتیم بتن های دیگر. تمام از این را انتخاب میکنیم، کنترل سی یا کپی، کنترل وی یا پیست و در این قسمت جابجایش میکنیم. میشه با استفاده از لول یک عنوان برش تایپ بکنیم. اول سایه عنوان را ترسیم میکنیم، عنوان ما را تایپ میکنیم. فرم ثبت نام شاگردان است، وسط باشه، تکسش رنگ سرخ باشه، بزرگتر شوه، البته در ریبون هوم است. تمام این تنظیمات در بخش فونت و بولد شوه. میتونیم نوعیت خطش هم تغییر بدیم. همین وانا میتونیم کنترل سی و کپی بگیم، کنترل وی بکنیم. نیاز نیست دوباره سر دیگه لیول رسم کنیم و او را با دیزاینش هم مشخص بکنیم. پس این میره پاک میکنیم و حال به عوضش تایپ میکنیم، مثلا students enroll، فقط آخرش پاک کرده میگیم کیوری، حتی اگر بخش تیبل باشه. و باز به فرم دیزاین میریم، از طریق بتن یک دکمه دیگه هم ایجاد میکنیم به خاطر کلوز، وظیفهش کنسل میکنیم و اینجا نشته میکنیم کلوز یا اگزیت. موقعش جا به جا میکنیم، تاست اروکی به طرف راست بالاتر باشه. و اگه عنوان عمومی در بالا هم میتونیم از طریق لیول ایجاد بکنیم، یا میتونستیم هم عنوان پایین کپی میکنیم در بالا. خب میشه که از همی استفاده کنیم، ضروری نیست که اونا را اندازه و سایز رنگش تغییر دهیم. میره کنترل سی کپی و کنترل وی پیست. شکل چارتی را گرفت و طرف بالا انتقالش میتیم، سایش بزرگتر میسازیم و در این قسمت تایپ میکنیم، مثلا آزرخش یا تلاش یا هر نامی که باشه را آموزشگاهی باشه. students enroll late. این عنوان عمومی است، کم بزرگتر باشه. میریم به هوم و سایزش کم دیگه هم بزرگتر میسازیم، 18 نباشه، 22 یا حتی 24. تمام از این میره به شمول عناوین فرعی انتخاب میکنیم، تمام بدن ها را و کم به طرف بالا حرکت میکنم، پس به طرف پایین زیاد بالا و قسمت اضافی سفر از این قسمت شکل دوتی را گرفت، به رنگ سیاه طرف بالا کش میکنیم، کوچک میسازیم. والا هم که از طریق کود چگونه به این بتن ها فرمه مورد نظر ارتباط بدیم. ولی مهمترین موضوعی که در بخش کود است ای است که ما نام فرمای ما را باید از اف زیاد داشته باشیم، چون دیگه در مثل مکرو بیلدر انتخاب نمیشه نام فرم، بلکه تایپ میشه. پس شرط اساسی به یاد داشتن نام مکمل فرم های ماست یا همون کیوری های ما که میخوایم ارتباط بدیم. اگر یک حرف شام کم یا زیاد شوه، دو صورت دیگه ارتباط ما درست برقرار نمیشه و دیگه زمانی که بالای هم دکمه کلیک میکنیم دیگه او فرم بر ما باز نمیگه. خب اول all students هست میگم، زمانی که بالای کلیک میکنم میبینیم اگر ما فعلا به ویو بریم بالای زینا کلیک کنیم هیچ کدام وظیفه نداره. پس میگم زمانی که بالای all students کلیک کردم باید فرم all students بر ما باز کنه. اگر بالای all students بخش کیوری کلیک کردم کیوریش باز بکنه و با همین شکل بخش کمیتر رو دیگه باشه. میریم به design view All students بخش فرم انتخاب میکنیم، بتنش بالاش راست کلیک میکنیم، build event. ما قبلا گفتیم نام فرمی که میخواییم به ارتباط بدیم به نام چیست؟ به نام students است. پس میایم در build event و ای بار macro builder نه، او رو در دست گذاشته خوانده بودیم، code builder انتخاب میکنیم و اوکی میکنیم.
در اینجا کد مور نظر ما تایپ میکنیم. به خاطر باز کردن یک فرم یا یک تیبل یا یک کیوری ما از کمند دو سی ام دی استفاده میکنیم. دو یعنی انجام دادن میگه. دو سی ام دی دات اوپن یعنی باز بکنه. چی را باز بکنه؟ فرم. کدام فرم؟ فاصله دبل کدشن نامش چی بود؟ ستودنس. سپیلش باید اشتباه نشه. چیزی که در خود نام فرم بود بعین مطابق همون تایپ شد. بعد انتر میکنیم. از این قسمتی را بسته میکنیم. میریم به فرم بعدی کامپیوتر ستودنس. یه را میخواییم به کدامش ارتباط بدهیم؟ بینی کامپیوتر ستودنس. پس بالش راست کلک میکنیم. بیلت ایون. کود بیلدر. اوکی. میگیم دو سی ام دی دات اوپن. فرم. کدام فرم؟ دو فاصله دبل کدشن کامپیوتر ستودنس. دبل کدشن ای را بسته میکنیم. انتر و بسته میکنیم. حالا یک بار اول آزمایش میکنیم که هم دو بتن فعال شده قابل استفاده است یا نه. میریم به ویو و بالای آل استودنتس کلیک میبینیم که برای ما این فرم آل استودنتس یا فرمی که به نام استودنتس است باز کرد. اگر مشاهده بکنین از اینجا هم باز بکنیم میبینیم که اونم فرم بود. و اگر ما بالای کامپیوتر استودنتس کلیک کنم فرم بخش کامپیوتر برای ما باز میکنه که اگر ما اینجا نکست نکست بگیم صرف شاگرد کامپیوتر است. در بالا اینجا نامش نشان میده کامپیوتر استودنتس یعنی اینمی فرم برای ما باز کرد. اما بالای بتن های دیگه کلیک کنیم تا اون کار نمیکنم. پس به این شکل میتونیم وظیفه از اونا رو هم تعیین بکنیم. راست کلیک بیلد ایون کد بیلدر اوکی و نامش رو تایپ میکنیم. پیش از کد چی دو سی ام دی دات اوپن فورم فاصله دبل کدشن نام فرم داخل کدشن تایپ میکنیم. یه بسته میکنیم به این شکل بعدیش هم. والا بخش کیوری میخوایم که تاستی بتن کیوری تمام شاگرده باشه. پس بالاش راست کلیک میکنم بیلد ایونت نام کیوری ما چی بود؟ با نام ستودنس کیوری است. پس یه نامش رو متوجه باشین. خب حالا انتخاب میکنیم کود بیلدر و اوکی. پس میگیم دو سیم دی دات اوپن دیگه فرم نشتن نمیکنیم. میخوایم کیوری رو باز کنه. پس چی میگیم؟ کیوری. اگر میخوایم تیبل باز کنه تیبل. اگر میخوایم ریپورت باز کنه ریپورت. فاصله دبل کوتشن کدام کیوری؟ کیوری که به نام ستودنس کیوری است. انتر میکنیم و به همین شکلی رو بسته میکنیم. باز بالای کامپیوتر ستودنس راست کلک بیلت ایون کود بیلدر و اوکی. دو سی ام دی دات اوپن کیوری فاصله دبل کوتشن کیوری که به نام انگلیش ستودنس است و یا کامپیوتر است. نه بطن دوم کامپیوتر است. پس به فرم کامپیوتر ارتباط بگیره کامپیوتر ستودنس. و بطن سوم از انگلیش است. پس باید به کیوری انگلیش ارتباط بگیره. من اینجا اگر بالای مات ستودنس بالای بطنش کلک میکنم کود بیلدر اوکی میکنم. اگر من اینجا نشه کنم دو سی ام دی داد اوپن کامپیوتر ستودنس باز زمانی که بالای دکمه مات ستودنس کلک کنیم فرم کامپیوتر ستودنس برمو باز میکنه. یعنی فرمی که در او شاگرده بخش کامپیوتر است. به خاطر باید دقت داشته باشه. وقتی که نام بطن رو میبینیم نظر به مو در قسمت کود نام امو فرم ذکر بکنیم یا امو کیوری ده. اگر نه باز برمو کیوری یا فرم اشتباه را باز میکنه. حالا میریم به ویو میبینیم که مات ستودنس ای فرم برای ما باز کنه. انگلیش بود قبل انگلیش بود حالا مات است و به این شکل بخش کیوری کیوری عمومی را باز بکنه یا بخش شاگرده کامپیوتر یا بخش انگلیسی را یا هم بخش ریاضی را. اما فعلا زمانی که بالای کلوز کلیک میکنیم هیچ کدام وظیفه را اجرا نمیکنه. پس میریم به حالت دیزاین
بالای دکمه کلوز راست کلیک می کنیم، میگیم بیلد ایونت کد بیلدر اوکی و نشته می کنیم دو سی ام دی دات کلوز، دو سی ام دی دات کلوز و بسته می کنیم. بعد میریم پس بالا تو نمایش، حالا زمانی که بالای کلوز کلیک کنیم فایل ما رو بسته میکنه، همین فرم ما رو بسته میکنه و میگه که آیا تغییراتی که در این فرم آورده شده ذخیره شده؟ میگیم بله ذخیره شده، چون اولین بار است که ذخیره میکنیم پس نام فرم هم باید مشخص بکنیم. میگیم مثلا تلاش students enroll general form، فرم عمومی ثبت نام شاگردان مثلا آموزشگاه عالی تلاش. حالا اگر ببینیم در این قسمت ذخیره شده، اگر ما این را باز بکنیم مشاهده میکنیم کنم فرم باز شد، بالا هر بطن کلیک کنیم بخش مربوطه رو بر ما باز میکنه. و زمانی که بالای کلوز کلیک کنیم فرم ما بسته میشه. این بود طریقه ارتباط دادن دکمه ها یا بطن ها به فرم ها که ما قبلا از طریقه مکرو بیلدر خواندیم و امروز هم از طریق کود که چون از طریق کود بلدر یا کود بتانیم که فرم ها و کیوری ها و تیبل ها و ریبورد ها را با بطن هایی که ایجاد کردیم ارتباط بدیم. درس های بعدی ما را هم فراموش نکنین که طریقه فعال کردن و غیر فعال کردن بطن ها را و در درس های بعدیش حتی طریقه هاید کردن بطن ها و درس های دیگه به این شکل بخش های مختلف را خواهد خواندیم. پس اونا رو هم فراموش نکنین. به ادامه درسای فعلی ما، درسای بعدی ما رو هم در هفته های بعدی مشاهده بکنین. امید است از ویدیو امروز خوشتون آمده باشه، ویدیو ما رو لایک بکنین، اگر جدید ما چنل ما سرزن چنل ما رو سابسکرایب بکنین و زنگوله رو فشار بدین تا ویدیو جدیدی که اپلود میکنیم اونا هم برای شما آگاهی داده شود.